خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما همراهان عزیز برنامه کاروبار. امیدوار هستم هر جای که هستین خوب، صحت و سلامت باشین و شما رو خوش آمدید میگم به برنامه امروز ما. طبق معمول باز هم من فریبا فرهادی از ساعت 5 الی 5:30 در خدمت شما هستم با محتویات و مطالب جدید و جالب دنیای اقتصاد. امروز همچنان در 3 بخش برنامه موضوعات مختلف و متفاوت را گنجانیدیم که حتما در این نیم ساعت خدمت شما تقدیم میکنیم. در بخش اول برنامه روی یکی از موضوعات مهم اقتصادی، البته از کشور خود ما هست، این موضوع اقتصادی و حتما براتون ارائه میکنیم. در بخش دوم و سوم برنامه همچنان مهمان داریم و بانوی متشبث را دعوت کردیم، در مورد کاروبارشان میپرسیم و صحبتهایی میداشته باشیم. پیشنهاد میکنم که تا ختم برنامه با ما همراه باشین. موضوع امروز را البته ما در قالب یک سوال میخوایم که براتون ارائه بکنم و موضوعی است که آیا افغانستان میتونه با استفاده از منابع طبیعی خودش به خودکفایی برسه؟ البته منابع طبیعی عطیه الهی است برای استفاده بشر و زمین هم انبوه بزرگ از منابع و ذخایر در خود گنجانیده است که هر قسمتش توسط انسان‌ها به نام کشورهای مختلف تقسیم شده. از آن جمله افغانستان کشور است که سهم بزرگ از این منابع طبیعی را به خودش اختصاص داده و البته از نگاه داشتن معادن و ذخایر همچنان خیلی ثروتمند هست و همچنان در جهان شهره می باشد. و اما سوال اینجاست که آیا افغانستان با استفاده از این منابع طبیعی میتونه به خودکفایی برسه یا خیر؟ در یک بسته تصویری با هم دیده و دوباره برمیگردیم. آیا افغانستان می تواند با استفاده از منابع طبیعی خیش خودکفا شود؟ منابع طبیعی عطیه الهی است. برای استفاده بشر، ما انسان ها با استفاده از شعور و هوش کنجکاوی که از جانب الله بزرگ نصیب شده ایم، از آنها به صورت درست و در موقع مناسب برای پیشبرد زندگی خیش استفاده می کنیم تا باشد زمین به گونه دلخواه ما عمران گردد. زمین انبوه بزرگی از معادن و ذخایر را در خود گنجانیده که هر قسمت آن توسط انسان‌ها به نام کشورهای متفاوت تقسیم گردیده است. از آن جمله افغانستان کشوری است که سهم بزرگی از منابع طبیعی را به خود اختصاص داده است. کشور ما افغانستان از نگاه داشتن معادن و ذخایر با کیفیت و عالی ثروتمند بوده و دارای شهره جهانی است. منابع و معادن در کل از نگاه نوعیت متفاوت بوده و کیفیت آنها نیز از هم فرق دارد که در خرید و فروش آنها نقش مهم را ایفا می کند. خوشبختانه افغانستان دارای معادن با کیفیت بوده که می تواند با استفاده از آن صاحب یک اقتصاد خوب و مترقی شود. استفاده از منابع طبیعی و استخراج معادن باعث خودکفایی کشور شده و در رشد چشمگیر اقتصاد کشور سهم برازنده ای دارد. معادن افغانستان منبع درآمد پولی خوبی را برای کشور تشکیل می دهد، چنانچه معدن مس عینک در جهان از شهرت بالایی برخوردار است و اکثریت کشورهای جهان خواهان به دست آوردن امتیاز استخراج آن هستند. نه تنها معدن مس عینک، بلکه اکثریت معادن کشور به سبب زیاد بودن و با داشتن کیفیت بالا توجه کشورهای ابرقدرت جهان را به خود جلب کرده است. افغانستان کشور پهناوری است با منابع و معادن عالی و بزرگ که با استفاده از آن می توان به رشد انکشافی کشور دست یافت. تعداد معادن کشور زیاد است که بعضشان کشف شده و بعضی آنها هنوز هم کشف نشده باقی مانده است. از جمله معادن کشف شده کشور تعداد آن استخراج گردیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است که منبع درآمد خوب برای کشور می باشد. استخراج معادن در افغانستان قدامت 6000 ساله داشته و یک تعداد آن هنوزم بکر و دست نخورده باقی مانده است. هر کشور نیازهای اقتصادی خود را دارد که از راه‌های گوناگون آن را تامین می‌کند، طوری که برنامه‌های انکشافی، برنامه‌های ساخت زیربناها،
پروژه‌های غذایی، برابری ساحه تحصیلی، برنامه‌های امنیتی، پروژه‌های تجارتی، پروژه‌های عمرانی، برنامه‌های صحی و ده‌ها مورد دیگر که ضرورت به سرمایه‌گذاری پولی دارد، مورد بحث می‌باشد. که منبع پولی برای اجرای برنامه‌های ذکر شده از راه‌های متفاوت تأمین می‌گردد، مانند کمک‌های خارجی، جامعه بین‌الملل، کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های بالمقابل، کمک در مقابل منابع طبیعی و ده‌ها مرجع دیگری که نشان دهنده مستقل نبودن و عدم خودکفا بودن کشور می‌باشد. در حالی که افغانستان یک کشور ثروتمند از نگاه داشتن معادن و منابع طبیعی است که با استخراج کردن معادن می توان تمام ضرورت های پولی و مالی کشور را تامین نمود. افغانستان با وجود داشتن جغرافیای صعب العبور نقطه تعمق کشورهای جهان گردیده که باعث دست درازی های بیگانگان شده و به صورت غیر قانونی با حیله ابرقدرت‌های جهان معادن کشور به طریقه‌های نادرست اخراج و قاچاق می‌گردد. طبق ادعای دولت افغانستان از حدود 2.5 میلیارد بودجه عادی چیز کمتر از 1.5 میلیارد آن از منابع طبیعی به دست می‌آید. در یک تحقیق جیولوژیکی که حدود 10 سال قبل در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود، ذخایر افغانستان را 1000 میلیارد دلار آمریکایی تخمین نموده بودند، در حالی که ارزش معادن افغانستان از سوی وزارت معادن و پترولیم 3 تریلیون دلار آمریکایی تخمین زده شده است. مقام‌های بانک مرکزی می‌گویند افغانستان سالانه برای پیشبرد اوضاع اقتصادی خیش به 6 الی 7 میلیارد دلار آمریکایی کمک نیازمند است. ممنون از همراهیتون. حالا هم دم کوتاه دوباره برمیگردیم. باز هم عصرتان بخیر. به ادامه برنامه کاروبار خوش آمدید. پس ما که در آغاز برنامه برتان اشاره کردم، امروز مهمان داریم، بانو دیوا احمدی، بانوی متشبث با ما هستن، صحبت می داشته باشیم در مورد کاروبار و فعالیت های تجاریشان. بانو دیوا سلام و عصرتان بخیر، خوش آمدید به کاروبار. سلام عرض ادب، سلام خدمت شما و همکارای محترمتان و یک سلام خاص هم به کسایی که ما را از شبکه تلویزیونی یک بیننده هستند. خوش آمدین. ارادتمند حضور شما در برنامه کاروبار هستم. تشکر. امیدوار هستم که یک برنامه عالی داشته باشین. تشکر، زنده باشین. در آغاز قبل از اینکه بریم روی سوالات ما می‌خوایم که یک معرفی از خودتان داشته باشین تا اینکه بیننده‌های عزیز ما با بانو دیوا احمدی بیشتر معرفت حاصل بکنن. بسیار خوب، دیوا احمدی هستم، یک تن از بنفشری‌های دفتر اویک و مدت 2 سال میشه که در مؤسسه دفتر اویک باعث استاد در بخش‌های مختلف کار میکنم. تابلو سازی، گند از حجاب و غیره. خیلی عالی. مشخصا حالا میایم روی فعالیت تجاریتان. دقیقا چی زمان شما فعالیت های تجاریتان را شروع کردین و دلیل همی چی بوده که مثلا شما خواستین بیاین وارد دنیای تجارت شوین و تجارت کوچک را راه اندازی بکنین؟ ما پیش از این که به دفتر یا به مؤسسه اشتراک کنم، در خانه هم خیاطی مهره دوزی میکردم. مدت 7 سال میشه. بله. و پدر جان ما همچنان در بخش تجارت کاروبار داشتن. پدر ما را زیاد تشویق کردن و ماما جانم مام روی آوردم به تجارت. بله، پس مشوق اصلیتان در دنیای تجارت پدر جانتان بودن. پدر جان، مادر جانم و همچنان خوشویم خسر ما را زیاد تشویق میکنه، دیرسه همکارم هستن و ما کوشش میکنم که پیش بله. برم. قسمی که من از صحبتهایتان درک کردم، شما ازدواج هم کردین؟ ازدواج کردیم، بله. مشکل نیست براتان ای که هم زندگی شخصیتان را مدیریت بکنین و هم زندگی کاریتان را؟ نه خیر، نه، من هیچ مشکل ندارم، چون شوهرم بسیار یک آدم روشن فکر هستن، مرا بسیار تشویق میکنه و کوشش از اونها هست که ما تا اینجا رسیدیم. بله. جدا از این که شوهرتان شما را تشویق میکنه، چقدر مورد حمایت شما را قرار داده؟
زیاد مرا حمایه میکنه. اصلا من خودم هم اگه نخواهم این کار پیش ببرم، مرا زیاد حمایه میکنه که تو میتونید یک جای برسی یا کاربار خوب پیش ببری. زیاد حمایه میکنن راستش هم شوارم. بله، شما کارگاه خیاطی دارین؟ بله، کارگاه خیاطی دارم. خود ما 6 نفر هستیم که در هر بخش استاد هستن، کار میکنن. خودم سرتیم یک برند هستم، برند بی‌نظیر، که ما 6 نفره کار میکنیم در اونجا. و شاگردای بیست که از 70-80 شاگرد داریم. میشه بگوین بانو دیوه که با استفاده از چی مبلغ پول شما این کارگاه را ایجاد کردین؟ در اول که من شروع کردم 10,000 افغانی داشتم، یک ماشین خریدم و دوباره شروع به کار کردم. 10,000 افغانی. با 10,000 افغانی. کدام وسایل را شما با 10,000 افغانی تهیه کردین؟ من یک ماشین خریدم، ماشین البته ساده. یک ماشین خریدم و یک توپ تکه خریدم و یک چند قالب تابلو خریدم، آغاز به کار کردم. خیلی عالی. یعنی گام اولتان رو هندازی کارگاه نبوده، از قدم های کوچک شروع کردید. از قدم های کوچک. هر انسانی که باشد دفتن در قله های بلند نمیرسه، باید از صفر شروع کنیم یک جای برسیم. بله. در مورد روند کارتان معلومات بودین، ای که کدام تولیدات را شما دارین و علاقمندان البته محصولات را که شما تولید میکنین، کدام محصولتان علاقمند بیشتر داره؟ در اواخر خب ما از گند کوچی زیاد جور میکنیم که زیاد علاقه مند داره و از تابلوهایی که ما جور میکنیم زیاد دفاتر، آراجگاه ها و کارخانه ها فرمایش میتن، از یام زیاد فرمایش داریم. و در اواخر ما از شالهای عروس که جور میکنیم بسیار فرمایش زیاد داره. ما این شالها را جرمنی روان میکنیم، امریکا روان میکنیم. سفارشات ما خوب است. بله. تابلوهایتون چگونه هست؟ آیا با استفاده از رنگ روغن کار میکنیم؟ نه خیر، نه، تابلوهای ما دست دوزی است، مورا کار میکنم. بله، مورا دوزی است. آها، پس این فکر کنم خلاقیت است که برمیگرده به خودتان. ایرا نوآوری کردیم خودم، البته دفعه اول خودم این کار شروع. ایده یعنی کار چگونه به ذهن شما رسید؟ ایدهش یک روز ما شهر میرفتم، دیدم کارگار که امروش توسطش دست دوزی یا خامک یا چیزا رو میدوزی. ما فکر کردم از یا ما میتونیم یک چیزی را بسازیم. باز اما ایده در ذهنم آمد وقتی که خانه آمدم، دفعه اول به نام خود یک تابلو جور کردم. بله. او را در گروپ خیاطی ماندم که بسیار آدم ها خانم هایی بودن که مرا زیاد تشویق کردن که را چه قسم جور کردی یا چه قسم چه مصرف کار داشت، چه قسم در چند روز جور کردین. باز ما تشویق شدم زیادترشم، خانم ها مرا زیاد تشویق کردن به یرسه. باز ایده ما از امو یک کارگاه که خورد بود که ما تابلو سازی را شروع کردم. بله، میشه در مورد قیمتاشون هم معلومات بودین و ای که ارزشش در افغانستان بیشتر هست یا هم در خارج از کشور؟ ارزش از او خود در افغانستان هم است. قدر دست دوزی را خانم ها بسیار میفهمند. بله. و همچنان آقایان هم میفهمند. بر ما چند نفر فرمایش دادن، جور کردیم از دفترهای مختلف. قیمتاش مناسب است دیگه، اونقدر قیمت بلند هم نداره. بله. و طرحش نزد خود شما هست ای که بر اساس کدام کتلاک کار میکنین یا هم مشتری براتون سفارش میده که چگونه باید باشه؟ مشتری سفارش میتن و دیگه طرحشون بعضشون نام خودشون انتخاب میکنن، نام شرکتشون بر ما فرمایش میتن، ما برشون آماده میسازم و باز دیکوراس که باز خودم استفاده میکنم. بله. در مورد قیمتش معلومات ندادین. قیمتش بسیار قیمت ارزان است، از 1,000 گرفته تا 200 افغانی. بالو دیوه، میایم روی لباس های کوچی تان. در مورد لباس های کوچی برمو معلومات بودین که اگر بخواین یک سفارش مشتری را آماده بکنین چند روز را در بر میگیره؟ لباس کوچی را که ما جور میکنیم زیادترش کار دست است. دی اواخر خو هیچ کس کار ماشین خوش نمی کنن. کار دست است که یخن از او صاف از مهره تهیه میشه و دامنش هم 7-8 متر تا 16-17 متر می باشه. بله. که کلش چرمدوزی با دست تهیه میشه. بله. در لباس های کوچی اکثرا مواد استفاده میشه یا وسایل استفاده میشه که خیلی قدیمی هست. شما این وسایلش را چگونه تهیه میکنین؟
بله ما خانمایی را در کارگاه خود داریم که از امون خانمای قدیم هستن و حال شاگردم که ما زیر دست داریم، شاگردای ما از امون کارهایی که در قدیم انجام میدادن. البته ما دوباره او رسم رواجه سابق زنده میکنیم، خود ما تحیه میکنیم، جور میکنیم. خیلی عالی، سلامت باشین. بیننده های عزیز، یک میان برنامه کوتاه داریم، کاربار ادامه داره. مجدد تقدیم شما هایی که تازه به جای ما پیوستین، ادامه برنامه کاربار هست و مهمان ما هنوز با ما هستند. بالودی و عزیز بگوین که لباس هایی را که آماده میکنین آیا به خارج از کشور هم صادرات دارین یا خیر؟ لباس هایی را که ما آماده میکنیم در این اواخر مدت دو ماه میشه که صادرات داریم. بله بله. بیشتر به کدام کشور ها صادرات دارین؟ به کشور امریکاست. به کشور آمریکا. بله. بله. معمولا مواد را که در ساختن لباس هایتان استفاده می کنین مثل پارچه یا هم بعض فیته های دیگه یا مهره، اینو شما از کجا دریافت می کنین؟ از داخل افغانستان؟ از داخل افغانستان ما خریداری می کنیم و زیادترش از شهر پاکستان، از کراچی بر ما میاره. بله بله. خیلی خوب. از این بگوین که آیا در نمایشگاه ها اشتراک داشتین تا فعلا؟ بله، ما در سه نمایشگاه ها اشتراک داشتیم و نمایشگاه اخیر ما در کابل، کابل نندورتون بود که مدت 4 روز در اینجا اشتراک داشتم، دعوت شده بودم، البته باعث یک سرگروپ برند ما آمده بودم اینجا. خیلی عالی، خیلی عالی. ما مطمئن هستم از زمانی که کارتان رو شروع کردین تا فعلا به نمایشگاه مختلف اشتراک داشتین. از این بگوین که برگزاری چنین نمایشگاه هایی، البته چند قبل ما هم شاهدش بودیم، چقدر میتونه روی کاروبار بانوان تأثیر گذار باشه؟ زیاد تأثیر گذاری میکنه، فروشات خوب می داشته باشیم و کاروبار ما رشد میکنه. ما میخواییم که همی قسم نمایشگاه ها جریان داشته باشه. بله، در قسمت فروشات آیا کمک کرده براتون یا خیر؟ بله، بسیار زیاد سفارشات هم گرفتیم از هر ولایت، از سویدن هم یک دو سه فرمایش گرفتیم. بله. و از ولایت کابل هم فرمایشات زیاد گرفتیم. بله. همین نمایشگاهی که چند قبل برگزار شده بود و شما اشتراک داشتین، بازدید کنندگان بیشتر از کدام ولایت افغانستان بودن؟ از ولایت های مختلف بودن، ننگرهار بود، مزار شریف، خود کابل و از هر ولایت آمده بودن، از ولایت پروان. و اشتراک کنندگان چطور؟ کسانی که اونجا آمده بودند و صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته بودند، آیا از ولایت دوردست هم بودند یا فقط از کابل؟ بله، از ولایت دوردست بودند. دایکندی بود، هرات، مغور، پروان بود، مزار شریف. خیلی عالی، خیلی عالی. واقعا که برگزاری چنین نمایشگاهی میتونه که روی کاروبار بانوان خیلی تاثیر بگذاره. جدا از این که در قسمت فروشاتشان خوب هست، این باعث میشه که از هر ولایت افغانستان بیای مردم به نمایشگاه و دیدن بکنن از صنایع دستی بانوان و باعث از این شود که همون فرهنگ اصیل و فرهنگ کهن افغانستان دوباره تازه شود. صد صد. بله. آیا عضویت اتاقهای تجارت را هم دارین یا خیر؟ بله، من از طریق اتاقهای تجارت هم در مزار شریف در یک نمایشگاه بودم، تقدیرنامه و بهترین غرفه را داشتم، از دفتر آیلو همچنان من دعوت شده بودم. بله، عضویت در اتاقهای تجارت چه سهولتهایی را برای شما فراهم ساخته؟ اتاقای تجارت بر ما زیاد همکاری کرده، البته به خانما زیادتر. بله. همکاریشان دوامدار است، ما را تشویق میکنه و همکاریشان است همراه ما. خیلی خوب. آیا لباس هایی را که آماده میکنین شما به ولایت مختلف افغانستان هم بفرستین؟ بله، ما زیادتر به ولایت های مختلف هم سفارش میداشته باشیم. بله. البته کاروبار ما شال عروس و گند لباس های عروس است. این سفارشات را چگونه دریافت میکنه شما؟ آیا به صورت آنلاین هست؟ به صورت آنلاین هم کار میکنم و پیج هم دارم، دیو هیا فیشن است و دیگه گروپ داریم، از هر طریق میتونیم سفارش بگیریم. خیلی خوب، خیلی خوب. بانو دیو، شما به خاطر توسعه و پیشرفت کاروبارتان حالا کارگاه خیاطی دارین، چی پلان ها و اهداف دیگه را در نظر دارین؟
و من خو پلانای بسیار زیاد دارم که بتونم خانمایی که در خانه هستن برشان کمک شوم. و در اواخر خو شما هم شاید هستین که مکتبا نیست و هم دختر خانما در خانه بیکار هستن، میتونم برشان یک کمک شوم، بیاین خیاطی یا دستدوزی یاد بگیرن. و ما در کارخانه خود کورس سواد آموزی همچنان دارم، به خانمایی که سواد ندارن درس میدهیم. بله، سلامت باشین بانو دیوی عزیز. ما در این قسمت میخوایم یک سوال جدا از موضوع برنامه را، البته موضوع کاروبار شما را بپرسم. در بخش اول برنامه ما موضوعی داشتیم روی این که آیا افغانستان میتونه با استفاده از منابع طبیعی خود به خودکفایی برسه. من همین سوال را از شما مطرح میکنم و میخوایم دیدگاه شما را داشته باشم که آیا استفاده از منابع طبیعی در افغانستان باعث میشه که افغانستان به خودکفایی برسه؟ ما معدن‌های زیادی را در افغانستان داریم که قابل استفاده است. شاید از کشورهای زیادتر که ما پیشرفت داشته باشیم، چون افغانستان کشور است که در هر عرصه زیاد پیشرفت کرده، اما بعضشان نمیتونند که تجربه کنن یا فعالیت های افغانستان رو ببینن، به خاطر که در هر ولایت ما معدن های بسیار خوب داریم. بله بله، میتونیم پیشرفت کنیم. بله بله، با استفاده از منابع طبیعی افغانستان میتونه به خودکفایی برسه، ولی شرطش این است که باید از منابع طبیعی به صورت بهینه مورد استفاده استفاده بکنن. بله. خب ما میخوایم پیامتون رو داشته باشم به بیننده های عزیز ما، مخصوصا بانوان که همین لحظه بیننده شما هستن. من خب برای همه دختر خانم ها ای را میگم که قوی باشین، خود ما میتونیم یک جای برسیم. اتو شما هم زیر دست و علاشه نشینید که والا مکتب نیست، پانتون نیست. ما میتونیم از طریق تجارت زندگی خود پیش ببریم. بله، شما سلامت باشین. زنده باشین. باز هم از این که دعوت ما رو پذیرفتین در برنامه. تشکر شما هم که ما رو دعوت کردین. سلامت باشین. بیننده های عزیز، سپاس هم از شما که تا این دم همراهی مون کردین. واقعا برنامه امروز و کاربار برام جالب بود. امیدوار هستم که مورد توجه شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. اگر شمایی که نتونستین برنامه کاربار را از طریق تلویزیون ببینین، حتما سر بزنین به یوتیوب و اینستاگرام و همچنان فیسبوک بیننده برنامه کاربار باشین و منتظر پیشنهادات و نظریات خوب شما هم هستیم. و اگر شماهایی هم که میخواین در برنامه کاروبار مهمان باشین، البته منظورم از بانوانی که تجارت پیشه هستن و کاروبار خودشان را دارن، حتما بر ما کامنت بدین. ما یک روز شما را دعوت میکنیم در برنامه کاروبار. و برنامه ما همینجا به پایان میرسه. بقیه برنامه های یک را فراموش نکنین. تا دیدار، خدا نگهدار.